سلام، یک گزیدگویی هایی رو من انتخاب کردم. در واقع حسن گزیدگویی اینه که شما مخاطبین عزیز رو با یک سری مفاهیم که قبلا شاید کمتر باش مواجه بودین آشنا میکنه. عیبش اینه که با یک شنیدن چند تا گزیدگویی شما نمیتونید به اون موضوع اشراف پیدا کنید و لازمش اینه که اگه علاقه من بودید به اون موضوع خودتون درش مطالعات مستقلی رو انجام بدید. بنابراین فقط یک کلیده و یه فتح باب. در مورد تاریخ چی میگیم؟ میگیم تاریخ مملو از وقایعی از این دسته. وقایعی که به نظر نامنوسند و احساسی از فهم کم تا عمیق رو در ما برمی‌انگیزند. اما بافت تاریخی و درست این وقایع متفاوت از آن چیزی است که ما تصور میکنیم. یعنی ما شخصیت‌ها رو از تو تاریخ میکشیم، یک صفاتی بهشون منصوب میکنیم بدون اینکه بدونیم اینا در چه بافتاری بودن، در چه ساختار اجتماعی بودن. جزئیات پیچیده مربوط به هر عصر هر آدمی، فرض کنید مربوط به ناصرالدین شاه، مربوط به رضا شاه، هر کسی، جزئیات پیچیده در غبار زمان محو میشن، جزئیات دیگه به ما نمیرسه و همزمان اسطوره هایی به وجود میان که داستان ها رو ساده و قابل هضم میکنه. یعنی ما راحت یه دوگانه ای داریم، مثلا ناصرالدین شاه، امیرکبیر، مثلا فرض کنید که رضا شاه، یک کس دیگه، و همین جور میایم تا امروز. چرا؟ چون این اسطوره ها داستان ها رو قابل هضم میکنن، که این اسطوره ها تازه تا حدی به سود یک گروه زینف یا گروه های دیگه عمل میکنن. یعنی هر کسی هم در تاریخ بنا به هر گروهی زینف یه چیزی بوده، یک منافعی رو لحاظ کرده و این باعث شده که اون اسطوره ها درش دمیده شده، مثلا به کتاب دوره درسی دوره پهلوی را پیدا کرده، به دوره قاجار را پیدا کرده و یا هر چیز دیگه. فرد ممکنه در بیش از یک حرفه و شاید چندین حرفه تخصص داشته باشه. یه فردی که خیلی استعداد داره، نابغه است، علاقه‌منده، وقتشو تلف نمی‌کنه، ممکنه بتونه تو دو تا سه تا رشته هم تخصص داشته باشه. حالا کما بیش یکسان یا تو یکی برتر، تو یکی کمتر. اما هیچ فردی هیچگاه نمیتونه در همه حرفه‌ها یا در همه جوانب حتی یک حرفه متخصص باشه. و خب پس باید صبر بکنه، باید قضاوت نکنه. به همین دلیله که ما مردم با هم همکاری میکنیم. مهمترین مزیت زندگی در گروه های اجتماعی اینه که اشتراک گذاری آگاهی ها و مهارت هایمون رو ساده میکنه. ما راحت میتونیم با هم گفتگو کنیم. اهمیت گفتگو، اهمیت میزگرد ها، اهمیت اینکه افراد با زاویه های نگاه مختلف با هم در مورد یک موضوع، مثلا تاریخ یا تاریخ معاصر صحبت کنن، و البته فهم اینکه کدوم از این افراد ممکنه به خاطر منافعی یا منافع گروهی یا شخصی یک موضوعی رو برجسته یا کمرنگ میکنن هم کار دشواریه برای مخاطب معمولی، ولی به هر حال چاره‌ای نیست، آدم‌ها با منافع خودشون هستن. نشون دادن دانش دشواره، خیلی سخت ما دانش رو نشون بدیم. اما از اون دشوارتر چیه؟ اینی که دانش رو با اون چیزایی که نمیدونیم ارتباط بدیم. یعنی اینکه ما اون چیزی که میدونیم با اون چیزی که نمیدونیم ارتباطش چیه، مرزاش کجاست؟ اینا رو ما راحت با هم خلط میکنیم، قاطی میکنیم. نمیدونیم تا کجا میدونیم و از اونجا به بعد باید بگیم نمیدونیم. خاطرات با این مقدمه توسط شخصی نوشته شده به نام حاج مخبر السلطنه هدایت، یا مهدی قلی، یا مهدی قلی هدایت. ایشون پیش خدمت ناصرالدین شاه بود در جوانی، در دوره مظفرالدین شاه مقام داشت، در دوره محمد علی شاه مشاوره میداد به محمد علی شاه، همچنین در دوره احمد شاه قاجار و در نهایت در دوره پیریش که خورد به دوره
رضا شاه پهلوی رکورددار بیشترین طول مدت نخست وزیری در ایران شد. یعنی اگر دوره سلطنت پهلوی اول رو ما از 1304 تا 1320 که مجبور به استعفا شد و از ایران خارج شد توسط انگلیسی ها این حدود 16 سال رو در نظر بگیریم، 6 سال و 3 ماه فکر میکنم 6 سال خورده، یعنی بین 6 و 7 سال ایشون نخست وزیر ایران بود. یک نامه ای رو از دستخط ناصرالدین شاه نخست سلطنه میگه اندیشه انگلیس از آن که آلمان در ایران امتیاز را آهن بگیرد. اندیشه در گذشته باز به معنای الان نبود، اندیشه یعنی ترس. در اشعار ما داریم دیگه، اندیشه کن یعنی بترس، مراقب باش. اینجا اندیشه به معنای ترسه نه به معنای تفکر. وقتی میگه اندیشه انگلیس یعنی حراس انگلیس از آن که آلمان در ایران امتیاز راه آهن بگیره. این دوره ناصرالدین شاه است، توجه بفرمایید، چون باز هم مثل جدول تناوبی که جدول مندلیوفه، ولی 5 تا دانشمند دیگه زودتر از مندلیوف مقالاتشون چاپ کرده بودن در اون زمینه. اینجا ما هر کی بگه راه آهن میگن رضا شاه، در حالی که ما سابقه این که راه آهن لازمه چیزی نبود در دوره رضا شاه فهم بشه، در قرن 19 فهم شده بود، چون میدونستن که صنعت تجارت با راهن رونق میگیره، اجناس کشاورزی قابل فساد فسادپذیر با راهن خیلی سریع منتقل میشه. بنابراین راهن از پایه های توسعه کشورهای اروپایی حداقل در قرن 19 بود. طبیعتا این پیشنهاد به ناصرالدین شاه رسیده بود، اما خب مشکل بود دیگه. چه مشکلاتی بود؟ همین همسایگی دیوار به دیوار ما با ابرقدرت های بزرگ، یعنی در شرق همسایه دیوار به دیوار هندوستان بودیم چون پاکستانی نبود، و در شمال همسایه هندوستان یعنی بریتانیا دیگه، امپراتوری بریتانیا، در شمال همسایه روسیه تزاری بودیم، دو تا ابرقدرت بزرگ زمان. در جنوب هم کمابیش کشتی های انگلیس بودن دیگه، بریتانیا بودن. ایشون میگه که انگلیس در دوره ناصرالدین شاه ترسیده بود که پای آلمانا باز شه و اینا راه هم بکشن. میگه دستخط اینو باز حاج مخرج السلطنه هدایت میگه، میگه دستخط ناصرالدین شاه که از آن استشمام خستگی میشه. یعنی خستگی روحی، منظورش همون استیصال و ناامیدی دیگه در محاصره ابرقدرت های بزرگ، یعنی من دستم بسته است. نوشته که این دستخط شاهه، نوشته از اظهارات ولف وزیر مختار انگلیس، حالا شما حساب کن وزیر مختار چیزی شبیه سفیره، و ایلچی مخصوص، باز ایلچی مخصوص یه نوع سفیره، اطلاع حاصل شد و خیلی اسباب تعجب شد. شما این فرمایشات را به جناب وزیر مختار برسانید، بلکه همین دستخط را بدهید نگاه دارند، خط من ازم بدید بهش، و مطمئن باشند وعده سابق ما در باب دولت انگلیس و کمپانی آن دولت بر سایرین در ساختن راهن جنوب تهران به قوت خود باقی است. البته هر وقت امتیاز ساختن راهن در شمال و غیره به دیگران داده شود، مثلا به روسا فرض کن، فوراً امتیاز راهن تهران به شوشتر یا مثل آن به کمپانی انگلیسی داده خواهد شد. البته در آن وقت ملاحظه شرایط و حدود آن هم خواهد شد که مقرون به صرفه و صلاح ما و مفید فایده تجارت طرفین باشد. این اگه شما بخواهید نتازه. و یقیناً هیچ راهن جنوبی، یعنی تهران به سمت پایین، بی مشورت با دولت انگلیس به احدی از کمپانی‌های خارجه داده نخواهد شد. 16 دسامبر 1888 یعنی کلافش کرده بودن، زود نامه می نوشتن ای شنیدی میخوای به آلمانا چیز بدی، میگه اگه خواستم به آقا به زبان امروز آقا ولم کن غلط کردم، اگه خواستم به آلمان بدم جنوبش هم به تو میدم. در نهایت هم یک راهن تهران به شاه عبدالعظیم برای زیارت کشیده شد که حتما با خودش گفت آقا اینجا که دیگه میتونیم بریم زیارتی بکنیم. و بعدها در دوره احمدشاه راهنهای دیگه ای هم کشیده شده که اصلا فیلمش موجوده و اخیراً هم فیلمش دوباره بازپخش شد در کانال ها، که فیلمی هست که ولیعهد اون موقع ایران، یعنی آخرین ولیعهد قاجاریه که برادر شاه بود، محمد حسن میرزا ولیعهد، آخرین ولیعهد قاجاریه، ایشون رفته راهن رو افتتاح کرده در آذربایجان. و
پس باز ما سابقه راهن هم در دوره ناصرالدین شاه هم در دوره احمد شاه داریم. در نهایت نوشته دستخط های ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان صدر اعظم است، همین که مسجد شهید عبدالله مجلس عالی شهید مطهری نامشو گذاشتن، مسجد سپهسالار به نام ایشونه دیگه، سپهسالار، که با سفارت روس و انگلیس مذاکره کنید. شاه داره میگه، ناصرالدین شاه، که آیا ما استقلال داریم یا نه. آقا ببین چی تکلیف ما روشن کنه، این همه مداخله در کارهای ما چرا میکنه؟ قهرمان میرزای سالور ملقب به عین السلطنه برادرزاده ناصرالدین شاست. ایشون خاطرات روزانه نوشته از نوجوانی در سلطنت عموش ناصرالدین شاه تا زمان فوتش در اواسط دهه 1320 شمسی خورشیدی در سلطنت پهلوی دوم محمد رضا شاه. خب 10 جلد، هر جلدش هم بعدها اولین چاپش بعد از انقلاب بوده، در دهه 70 انتشارات اساطیر در 1376 چاپ کرده با کمک فرزند اون مرحوم که خودش هم مرحوم شد، مسعود سالور. این شاخه از شاهزادگان قاجار نام خانوادگی قبیله ایلو طایفه مادریشونه گرفتن که سالور بود. من مغرض نیستم، عین سلطنه میگه، و در روزنامه خود، یعنی همین خاطرات خودم، که کسی نمیخواند حتی اولاد خودم، اولاد خودش منظورش اون موقع کسی مخفی بوده، بعدن که اولاد مرده خب اولادش چاپش کرده میگه، ولی الان مخفی، حتی بچه‌ام خودم نمیخونم، مزخرف نمینویسم، میگه برای خودم نوشتم، میگه نمیخوام دروغ بنویسم که هر کس به روزنامه های عهد استبداد من رجوع کند، یعنی به اون جلدای مربوط به دوره ناصرالدین شاه، میداند در عالم آزادی تملق ندارم، خوب را خوب، بد را بد، بلکه بیشتر هم کار با آن ندارم، آنچه میبینم و میشنوم مینویسم. ناصرالدین شاه در 50 سال سلطنت خود اگر سالی یک قانون و قاعده نیکو جاری کرده بود، دارای 50 قانون بودیم. ناصرالدین شاه سالی 10 فرسنگ راهن کشیده بود، دارای 500 فرسنگ راهن بودیم. ناصرالدین شاه سالی 1 کرور، یعنی 500,000 تومان پس انداز کرده بود، پس از مرگ 50 کرور پول داشتیم، یعنی پول دولتی دیگه، خزانه بیت المال درسته، 50 کرور 25 میلیون تومان اون موقع، که اگر 300 کرور بود، البته مظفرالدین شاه به سید بحرینی و امیر بهادر و حاجب الدوله و ناصر همایون و گبر و جهود داده بود. اعتماد سلطنه فرزندش فوت کرده بود، دختر داشت فقط، و برای اینکه ارثش به بقیه نرسه، به بقیه رجال نرسه، شاه رو وارث خودش کرد. چون 1 ماه قبل از شاه هم سکته کرد، فوت کرد، اعتماد سلطنه 40,000 تومان نقد داشت. این رسید به ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه که مرد همون 40,000 تومان تو حساب بود و همون خرج مراسم کفن و دفن و عزاداری برای ناصرالدین شاه کردن در کل ایران. این ناصرالدین شاه پولی نداشت. جواهرات سلطنتی اینا همه بود ولی پول نداشت. حالا داره تیکم میندازه به مظفرالدین شاه، میگه حالا اصلا فرزندم که این ایراد من درست، ای کاش اگه جمعم میکرد پسرش مظفرالدین شاه همه رو بخشیده بود به همه چیار گفته دیگه، میگه همه رو بخشیده بود رفته به کارش. بعد قسمت دوم رو عنوان زدن ویراستاران، چون خود این سلطنه جای عنوان نزدم، تو پشت هم نوشته رفته، زدن حسد ناصرالدین شاه. گفته ناصرالدین شاه خیلی خیلی کار میتوانست بکند و هیچ نکرد، در صورتی که 3 مرتبه فرنگستان رفت و خودش هم عالم و فاضل به قدری بود، این آدم فاضل و دانایی بود، او میل نداشت کسی اظهار آن بکند که من قدم بلندتر از شماست، یعنی حتی اگه آدم قد بلند دور و برش بود دوست نداشت که اون آدم بگه قربان من قدم شما بلندتر، ناراحت میشد، در صورتی که بلندتر بود، میراستم بود، او میل نداشت کسی بگوید خطم بهتر از خط شماست، در حالی که بسیار اعلاتر بود اون شخص، او میل نداشت کسی اظهار کند من غذا بیشتر از شما میخورم، ولو مهدی حمال معروف باشد که روزی 8 من نان میخورد. یه کسی بوده به نام مهدی حمال، میگه این معروف بود که روزی 8 من 8 تا 3 کیلو 24 کیلو نان میخورد.
میگه حتی اونم میگه قربان من از شما خب بیشتر میخورم بعدش میومد، با اینکه میدونست خب اون بیشتر میخوره. باری یک حسد و چیزی داشت که در عالم نظیر آن ممکن نمیشود. مظفرالدین شاه را میدانست چه کسی است و مخصوصا او را ولیعهد کرد. این سلطنه میگه قهرمان میرزا، قهرمان سالور، میگه عصر منزل یکی از دوستان رفتم. شخص آگاهی هم حضور داشت، نمیگه کی. تفصیلاتی از درب خانه و شاه میگفت. درب خانه یعنی دربار. دربار کی؟ سال 1315 قمری در شروع اوایل سلطنت مظفرالدین شاه. میگه اون آقا حکایت میکرد از شاه شهید. دو تا پادشاه رو در قاجاریه شاه شهید میگفتن. یکی خاقان شهید، منظور آقا محمد خان. آقا محمد خان حتما با قاف باید باشه. این که در دوره پهلوی بعضی ها این یاد، در دوره قاجار هم بود بعضی ها با قین می نوشتن، این صحیح نیست چون ایشون اسمش آقا محمد بود. قین مربوط به خاجگان بود، یعنی کسانی که خودشون رو میسپردن به این عمل که مقطوع النسل شن بتونن شغلی پیدا کنن به اندرون راه پیدا کنن. اما کسی رو که کسی بگیره از روی جنگ سیاسی و جنگ قدرت مقطوع النسل بکنه، خب یک قربانی است، اسمش که عوض نمیشه، که از کودکی اسمش آقا محمد بوده و او رو خاقان شهید میگفتن چون ترور شد توسط اطرافیان خودش، ستن از اطرافیان خودش. ناصرالدین شاه هم چون کشته شد توسط میرزا رضا کرمانی، اون هم ترور شد، او رو هم شاه شهید میگفتن، اون رو خاقان شهید میگفتن، اون شاه شهید. میگه حکایت میکرد از شاه شهید که تا مرد کسی ندانست از چه خوشش میآید از چه بدش. این ناصرالدین شاه تودار بود، از شوخی و صحبت‌های مضحک به اعلای درجه خوشش می‌آمد، اما کسی جرأت نداشت همیشه صحبت مضحک کند. معلوم نبود کجا دیگه صبرش در میگه دیگه بسه. یک وقت از تقدس خوشش می‌آمد، یک وقت از بی‌دینی، یک ساعت از علم، یک ساعت از جهل. نمی‌گذاشت کسی بداند چه رویه‌ای دارد و چه میلی دارد. مثلا محال بود از اندرون، این جایی که خانومهاش هستن، اندرونی بیرونی، از اندرون بیرون بیاید سمتی برود که دیروز رفته بود. حتما مسیر رو کج میکنه که با دیروز متفاوت باشه. صحبت محال بود در حضور جمع بکند مگر مطالب غیر لازم. به قول خود ناصرالدین شاه، حرفی که به صدر اعظم گفته که حرفی که توش 2000 در بیاد من جلوی عملی خلوت نمیزنم. چرا؟ چون فهمیده بود که این اطرافیانش یکی برای روسیه اطلاعات میبره، یکی برای سفارت بریتانیا انگلیس اطلاعات میبره، حرف حساب به هیچ کی نمیزد، همینجوری حرفای بی ربطی. مشورت میکرد، اما یک وقت کسی مطلبی میگفت بی اندازه بدش میامد. یعنی اگه خودش میگفت نظرت چیه چون حق داشتی حرف بزنی، خود نباید اظهار نظر میکرد. اگر یک نفر از اهل دربخانه یعنی دربار صحبت پلیتیک میکرد که از او متوقع نبود، دشمن میداشت. در گذشته در ادبیات ایران و تا قاجاریه هر وقت میگفتن سیاست، منظور تنبیه مجازات بود. میگفتن شاه فلان کس رو سیاست کرد، یعنی مجازاتش کرد، تنبیهش کرد. امروزه ما سیاست رو معادل کلمه پلیتیکس یا پلیتیک میاریم. در دوره قاجار سیاست رو به همون لفظ فرنگی میگفتن پلیتیک. میگفت اگه کسی حرف اضافه میزد، صحبت پلیتیکی میکرد، خیلی بدش میومد اگه اون توقع نداشت که اون بکنه، یعنی مقامش ربطی به سیاست نداشت. اگه وزیر خارجه در مورد سیاست صحبت میکرد قبول میکرد، ولی اگه کسی دیگه ای میگفت زود بدبین میشد به این آدم. میگه فخرالملک مکرر میگفت امروز در سر کاغذخانی، یعنی نامه ها و کاغذها رو میخوندن برای شاه، من فلان مطلب رو از روی پلیتیک به شاه عرض کردم، تا 4 روز به من حرف نزد. میخواست حالی کند، توی فخرالملک پیش خدمتی، دیگر به این کارها چه کار داری؟
زدن سردار سپه. حضرت اشرف باز شیرین کاری کردند. این سلطنت خاطرش نوشته. سر قبرستان تجریش، گار و اقامتگاه مردم و درشکه اتومبیل. گار فرانسه است دیگه. گار یعنی ایسکا. سر قبرستان تجریش اتومبیل حضرت اشرف به یک علتی نرفت. اول حکم کرد شوفر را تیرباران کنند. بعد منصرف شد. فهمید که بی خودی عصبانی شده. پسر احتشام نظام مرحوم با یک ارمنی همان قسم بی اعتنا نشسته بودند. ماشین خراب شده چی شده؟ میگه یه پسر این آقای احتشام نظام با یه ارمنی اونجا نشسته بودند. خود دیده محل نمیذارن، مثلا کمک نمیان، احترام نمیکنن. نمیشه آنها را شدیدن کتک زد. بعد فرستاد به حکومت نظامی حبس کنند. در قلهک محذب سلطان نامی، یعنی شخصی به این نام، با ناصر قلی خان پسر فخرالملک، فخرالملک اردلان احتمالاً، ابوالحسن خان اردلان، ایستاده بودند. ناصر قلی خان تعظیم میکند، ارمنی احترامی نمیکند، پیاده میشود و چوب زیادی به آن ارمنی میزند. خب حالا باز دارم از خاطرات عین السلطنه میخونم. نوشته فحاشی پهلوی، خشونت با سفیر انگلیس، دامنه بدخلقی توسعه یافت. که زبی فحش میخواین از سردار سپه، با سفیر انگلیس هم کار به خشونت کشید. توجه فهمید این شخصه. بعد نوشته گفته اردشیر جی درباره پهلوی. اردشیر جی از پارسیان هند بود که نماینده دولت بریتانیا بود و همکاری میکرد. میگه اردشیر جی میگفت سفیر کوتاه انداخت. روز دیگر هاوارد رفت و به او گفت با ولی نعمت حقیقی هم خشونت، یعنی با ما هم که به هر حال کمکت کردیم تو کودتا، باهات هم دست شدیم با سید ضیا، با ما هم دعوا را میندازی؟ ما صلاح مملکت را طالبیم. میگه یعنی منظورش اینه که فعلا تو این شرایط ما انگلیسا میخوایم که ایران امن باشه و که در دامان بلشویسم نیفته و چه دیگه، همون سیاستایی که میدونیم. گمان نکنید منحصر به شما باشد. یعنی حالا فکر نکن شخص شما رضا پهلوی این وسط اسطوره‌ای، شما نباشی که دیگه، منظور این که با یکی دیگه توافق میکنیم. خلاصه نوشته که عذر خواسته پوزش کرد، یعنی سردار سپه خب فهمید زیاده روی کرده دیگه، عذر خواهی کرد. باز اردشیر جی میگفت پرخورده سیر شده، نمیتواند کار کند، گلویش گرفته، موقع استفراغ است. Thank you.